برای بحث بیشتر قیس محمدی آگاه موریق اینجا با ما هستند سلام و شب شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه قایم محمدی پیشنهاد مشخص شما با حکومت به خاطر پیشبرد کارهای عملی پروژه تاپیچی است چون که از زمانی که کار عملی از حرات آغاز شد تا کنون دیده میشه که بسیار با کندی به پیش میره اگر به این قسم ادامه پیدا بکنه چقدر میتونه نگران کننده باشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته پروژه تاپی واقعا بسیار زيات تاله خورد اول خو قرار بود کې ای پروژه حتی در سالای 1995 و 6 اغاز شاو اما متاسفانه بسیار زيات وخت گرفت باز زمونه کې اولين مرتبه قرار داد سه جنبه توافق شوت بین هر څو کشور قرار و ای بود کې پروژه سال 2018 تکمیل شوه اما امروز سال 2018 سو پروژه تکمیل نشه دا و کار ازی واقعا به کندی پیش میره با وجود ازی که مخالفین مسلی حکومت همچنان گفتن که در تامین امنیت پروژه اونا کمک میکنن و ممید واقع میشن فکر کنم که از یک طرف خیلی عمده است که این پروژه تکمیل شود در افغانستان از تمام ولایت هایی که این پروژه عبور میکنه به وجه صدها میلیون دلار میتونه سرازیر کنه مردم و ولایت ها صاحب کار شون و بالاخره از نظر اقتصادی رونق دو ولایت ها بوجود بیان به. به صورت مشخص میخوایم بگویم که باید در تطبیق پروژه به امرای کمپنی های داخلی منطقوی و بین المللی که تجربه چون این پروژه ها را داشته باشه و یا که در گذشته تانسته باشن پروژه های به این بزرگی انجام بدن قراردادها به صورت به صورت آنی صورت بگیره و به اونا موکول شود تا بالاخره کار تطبیق زیر آغاز کنن اگر هر سال ای به تعویق میفته به این معنا که سرمایه ها آیستا آیستا کم میشه به دلیلی که پروژه تاپی یکی از زیربناهای بسیار زیاد عمده انرژی بر افغانستان بوده میتونه و امروزه ما بسیار زیاد کاهش برق و انرژی در افغانستان داریم برخی از شرکت های داخلی هم قرار است که به خاطر عملی سازی از این پروژه از طرف شرکت تپیل مدت استفاده شود این میتونه چقدر در شرکت های داخلی ما را کمک بکنه در قسمت ظرفیت سازی از اینو کار بکنه و همچنان تجربه از را زیاد بسازد تا اینا بتوانند بعد از این هم در پروژه های هم تاپی سهم داشته باشن و بتوانند که کاراش ها پیش ببرند یکی از عمده ترین فوایدی که پروژه های بین المللی و منطقوی به امرای سرمایه های بین در کشور داره عبارت از آمدن تکنولوژی به کشورهای مثل افغانستان است ما متاسفانه در گذشته یا به دلیلی که زمینه مساعد نبوده و یا ای که ما نتانستیم چون این پروژه را تطبیق کنیم از تکنولوژی موجوده که دیگر سا وجود داره نتانستیم تا به امروز استفاده کنیم و به می دلیل هم است که کمپنی های ملی و کمپنی های افغانی توانایی رقابت را دیگر سا ندارن با تطبیق رقم پروژه ها ما امو مهارت ها را حاصل کنیم امو فهم و دانش را حاصل کنیم که پروژه های بزرگ چگونه مدیریت کرده میتونیم پهلوی از تکنولوژی نوین و جدید در در تطبیق رقم پروژه ها به افغانستان وارد میشه که زمینه تطبیق آینده چون این پروژه ها را بیشتر و بهتر ساخته میتونه ضمن اگر کمپانی های افغانی بتونن که در تطبیقی پروژه خوبتر به که بعد ازی در, در پاکستان و حتی در هندوستان اینا سهیم شوند و در پروژه را تطبیق کنند مهمی است که امروز به افغان ها سهم داده شود تا بالاخره در تطبیق پروژه ما بتانیم که بهتر کار کنیم اما یادواری میکنم که باید در تطبیق پروژه نظارت کامل صورت بگیره نشه که قسمتی از افغانستان که توسط کمپنی های افغانی آباد میشه مثل مسئولات اقتداد از کشورهای همسایه بی کیفیت باشه و سبا نتانیم که ما گاز را به هند و پاکستان انتقال بتیم که بازم به ناکامی پروژه می انجامه. پس نظارت از پروژه بسیار زیاد مهم است. در قسمت مدیریت این پروژه میشه که بیشتر صحبت بکنین که حکومت چگونه باید بتونه که پروژه را مدیریت بکنه اگر ما بتونیم کی پروژه رو گونه درست عملی بکنیم میتونه که راه باشه به اینکه پروژه های دیگر بزرگ منطقه هم بیان از راه افغانستان را بور بکنن و یک زمینه بر افغانستان باشه واقعا یکی از زمینه های بسیار زیاد عمده و ضمن موقعیت امتحان حکومت افغانستان و و های افغانی است چون این اولین پروژه است که در افغانستان تطبیق میشه به این بزرگی پس اینجا هم حکومت امتحان خود میته هم ملت امتحان خود و هم کمپنی های داخلی امتحان خود به خاطر میگم که بیاین میکاره مکمل شده انجام بدیم بهتر انجام بدیم حکومت افغانستان از یک طرف باید روی زی تاکید داشته باشه که برای مردمی که در محلات عبور پایپلاین قرار دارن برسانند که اولین نفع برندگان از پروژه امی مردم باید باشند تا اونا خودشان در حفظ پروژه سهیم باشند ضمن جای کار که ایجاد میشه برای اموم مردم محل در اولین قدم باید ایجاد شود چی از نظر تامین امنیت پروژه است چی کار کردن در پروژه است چی انجینیرها ضرورت باشه و هم سال هم پهلوی اگر برق از این پروژه استخراج میشه اگر برق حرارتی به مصرف میرسه بر مردم اگر گاز توزیع میشه و بالاخره قرار به این باشه که امی ولایت ها از اون نفع ببره باید اولین ولایت ها امینا باشن اگر به اینا نفعش نرسه اینا در حقیقت علاقه نگهداری و حفظی پروژه را ندارن در قدم دوم باید مشخص شوه که این پروژه بر تمام افغانستان است چه مخالف است چی موافق است چی پوزیشن است چه اپوزیشن است به نفع تمام تمام میشه به این خاطر باید مخالفت ها کمتر شوه و این پروژه سبوتاج نشه از طرف دیگه کرد زمنا باید وزارت داخلی افغانستان به امرای امنیتی ملی به این توجه داشته باشن که کشورهای سایه از زمانی که میخواین پروژه را تخریب کنن اینا جلوشه گرفته بتانن و نگذارن که این پروژه ناکام شود. تشکر. سپاس از در برنامه. سلام.